خلای خم مرکز مامورین اوهای درواز ولایت مختاری کوهستان بدخشان در تنگنای رودی سرکش پنج خنباو میانجای کوههای سربفلکشیده و سرخمی پیچترین چون نگین است با زیباگی های بکر و برخوردار از شهد استقلال وطن که با بنیادکاری های نوین دوران صاحب استقلالی شرایط زیست و تازگی ارقی عالی اخلاقی ساکنان یک فضای آسایش و آرامی تام فراغت بخش را صاحب گشته است که چشم کس از دیدن این محیط و طبیعت پرشکوه سیر نمی شود. باید گفت که قلعه خم با واقعیت خصوصیت های به خود خاص طبیعی و تاریخی تمام انعنه های شهرداری و شهرسازی دوران صاحب استقلالی را در خود تجسم نموده به همه طلبات های شهری و شهرسازی تا سال های اخیر پورا و رسما جوابگو گشته استاده است و به زم این همچون مرکزی اول درجه اقتصادی، هنری، سودا و فرهنگی دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان به شمار می رود. به مورد است یادرس نماییم که با برآمد امید بسته و دمیدن صباح خیر در مملکت کوشایش و مورد استفاده دائمی قرار گرفتن شاهراه عظیم افتمبیلگرد کلاب قلعه خم حیات اقتصادی ناحیه درواز کلان پیش رفته مانعه و مشکلات در روزگار و رفت و آمد طرفین ساکنان مقیم مرکز ناحیه و مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ و قلب کشور شهر دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان به نظر نمی رسد. در صفحه از خاطرات خیش سیاه شرقشناس مشهور روس سمیانوف هنوز سال 1898 قلمداد نموده که قلعه خم مرکز تمام وادی درواز است. شهری است که بیشتر از 1500 کس اهالی دارد. تازگی و ترتیبات قلعه خم ما را به تحیر گذاشت. خانه های سفید میان درختان سبز و خورم بسا دلربا می نماید. کس در قلعه خم خود را در چهارباغ حس می کند. قلعه خم با این طبیعت پرشکوه خداداد در یک وقت منظره های چهار فصل سال را پیش نظر جلوگر می سازد و از دوری های دور باز توجه سیاحان و طبیعت دوستداران را به خود جلب نموده. آرزوی در دل سیاحان جای نموده است که طول حیات باری هم باشد تاریخ سیر و سیاحی از این حصار زیبا و روح افزای حلاوت بخش جانهای خسته دیدن نماید. واقعیت جغرافی قلعه خم برای ساکنان مقیمیش مقرری و تحلیل طلب نباشد، هم برای آنهایی که به این شهرک دلفریب و نظرربای در دامن کوه ها واقع گشته و برخوردار از شهد استقلال و گنج های پیوسته پیشوایی معظم و فیض پروری ملت میآید، از طبیعت جذاب و سحرآسا بنیادکاری های نوین در دوره آمادگی ها به جشن نشاط و کمالات 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صرف نظر کرده نمی تواند. باید گفت که قلعه خم در تنگنای رودی پنج خنباو از توجه خاص و روزافزون پیشوای معظم و فیض پروری ملت حکومت جمهوری تاجیکستان سعی و ذکر خیر فرزندان با آر و ناموس دیار به شهرک خوشتر و زمانوی تبدیل یافته استاده است که پایداری و بقایش درک از فیض خیرد و فیض پروری سروری دولت، شکوفاییش درک از دمیدن صباح خیر به دوری دولت شاهنشاه زمان، پیشوای معظم ملت به امروز و فردای نیک و بابرار تاجیکستانی آزاد و بهشت‌آسای ما می‌دهد.